این روزها خبرهایی از خیز برداشتن ویروس کرونا برای ورود به پیک ششم را زیاد می شنویم. اما این خبر بیشتر از آن که در مناطق دیگر زنگ خطری برای مسئولان بوده، حالا باید برای بلوچستانی که پایین ترین شاخص تخت بیمارستانی را در کشور دارد مهم باشد. ببینید، بر اساس نظام سدبندی خب ما به نسبت جمعیتی که داریم باید متاسفانه عرض کنم که پایین ترین شاخص تخت بیمارستانی به نسبت به سایر محموات کشور داریم، یعنی که حدود 7% در واقع به نسبت جمعیت ما تحت بیمارستانی داریم که از نرم و استانداردهایی که در کشور هست بسیار عقب است. حالا دیگر تست PCR نیز برای مشخص شدن ابتلا به این بیماری چندان قابل اطمینان نیست و ویروس دلتا شرایط را سخت‌تر نیز کرده است، در حالی که کادر درمان خسته تر از همیشه در بیمارستان بیمارستان ترین منطقه ایران یعنی جنوب بلوچستان تحت بیشترین فشارها هستند. همونطور اوضاع اول کرونا در چابهار بیمارستان محلی چطوری؟ بیمارستان که از راست تا جاست و پوشش میده کرونا دلتا به شدت سوشیه که واکسن ها نتونستن کامل پوششش بدن تا حدی و در واقع همه روزها درگیر هستن. یه چیز کلی رو اگر که رعایت کنیم میتونیم خیلی در واقع تو این بیماری خیلی چیزها رو ازش در واقع پیشگیری کنیم و خیلی بهمون کمک میکنه. واکسیناسیون فقط در واقع انتشار بیماری رو کمتر میکنه و بستری شدن رو، و این اطمینان رو به شما نمیده که شما واکسیناسیون انجام دادی، ماسک نزنی و بیماری رو نمیگیری. خیلی نکته اشتباهی هست اگر شما واکسیناسیونتون انجام شده بدون ماسک در واقع مکانهای عمومی قرار بگیری، ولو این که همه افراد واکسن زده باشن توی اتاق قرار گرفته باشن، باز هم هیچ تضمینی نیست که در واقع از کرونا مسئولیت داشته باشن. عجیب تر این که مردم بلوچستان در بدترین زمان، یعنی زمانی که دیگر بیماری آنقدر گسترده شده است که می تواند فیل را هم از پای در بیاورد، به بیمارستان مراجعه کنند و این فشار بیشتری به کادر درمان وارد می کند. لطفاً در صورت داشتن هر گونه علائم، اما یه آبریزش بینی، ضعف بدن درد، به پزشک مراجعه کنن، خودشون رو قرنطینه کنن، از پزشکشون بخوان که به مدت 2 هفته بهشون استعلاجی بدن، تست های PCR منفی. نکته تکراری که میخوام بگم اینه که واقعا نشون دهنده این نیست که در واقع بیمار ما با علامت باشه و تست PCR منفی باشه و کرونا نداشته باشه. اینو خواهش میکنم رعایت کنم و انشالله که بتونیم در کنار کادر درمان واقعا بهشون کمک کنیم که یک مقداری از خستگیشون در واقع کمتر بشه. با همه این تفاصیل میطلبد مسئولان بیشتر به فکر بلوچستان باشند و با تخصیص اعتبارات ویژه به بخشای درمانی و بهداشتی سبب شوند عقب ماندگی شدید در این حوزه جبران شود. حنیف دهقانی، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی میار جلب.